شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول دسته انتخاباتی مردم سالاری و حاکمیت قانون می گویند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از ماه جوزا برای آنان پذیرفتنی نیست. اگر در یک کلمه بگوییم که ما بایست کاندیداتورا هم به می نظر رسیدیم که این ختم است، هم مسئلات های ملی در نظر گرفته شده، هم مسئله بحران جلوگیری در نظر گرفته، هم مسائل سیاسی، هم مسائل حقوقی و قانونی در نظر گرفته. 11 دسته انتخاباتی طرح رانی هایی می سازند که بر بنیاد آن کسی دیگری نظام را اداره کند. مورد ازلر ما بر اساس ماده 67 و 68 قانون اساسی ملاق قرار بدیم و با توجه به اینکه حکومت عمرش به پایان رسیده، حکومت به اضافه معاونینش عزل بشن از قدرت، ریاست اجرایی به صورت طبیعی عزل است چون در پیامده یک توافق آمده نه بر اساس قانون اساسی، و طبق این دوبند قانون اساسی رئیس مشرون و جرگه سرپرست حکومت افغانستان شود. رئیس جمهور پیش از این درباره پایان عمر حکومتش سخن گفته است و اما حالا ریاست جمهوری میگوید که تفسیر قانون اساسی در این باره روشن است. در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در عین حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود. در این میان شهیدا محمد عبدالی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه کار حکومت را غیر قانونی می داند و می گوید که حفظ نظام از خطوط سرخ دسته انتخاباتی وی است. اما بعد از اول جوزا باید حکومت با کاندیداها و با سیاسیون با یک توافق برسد که او تشویش که امروز وجود دارد که بعد از اول جوزا او وقت استفاده برای کدام کاندید مشخص ولو که او رهبری حکومت باشه برو کاندید مشخص مفید تمام نشود. بر بنیاد ماده 61 قانون اساسی کار رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان میرسد. این نامزدان میگویند که رئیس جمهور از بحر ادامه قدرت انتخابات را به تأخیر انداخت و باید در ماه جوزا از قدرت کنار برود.